بینندگان ما تصاویری برامون فرستادن از شهر کرمانشاه در رابطه با اعتراضهای امروز که دعوت میکنم با هم ببینیم. 25/8/98 ساعت 7:20 شب بانک ملت کرمانشاه شعبه مصوری. کرمانشاه چندم امروز؟ 24/25/8 بانک همانسه را آتیش زدن. زوم کن بیار جلوتر. بانک همانسه تصاویر مشابهی به دستمون رسیده از اصفهان. اصفهان 25 آبان. اصفهان 25 آبان 1398 آتیش زدن بانک اقتصاد نوین. ۲۵/۸/۹۸ اصفهان خیابون امام خمینی. و اما یک نهاد ناظر بر اینترنت گفته اینترنت در ایران تقریبا به طور کامل قطع شده و تنها حدود 7% از کانال‌های ارتباطی در دسترس است. مؤسسه نت بلاکس گفته ظرف 12 ساعت گذشته اینترنت در ایران مختل بوده است. بیشتر کاربران از ایران هم با بی بی سی فارسی این موضوع رو در میان گذاشته بودند که اینترنت موبایل آنها مختل شده است. سرخط خبرها. گسترش خشونت در ایران در پی افزایش قیمت بنزین. نیروی انتظامی به معترضان شلیک کرد، دست کم یک نفر در سیرجان کشته شد. در بهبهان دو شاهد به بی بی سی فارسی گفتند یک نفر کشته شده. یک نهاد بین المللی میگوید اینترنت در ایران تقریبا به طور کامل قطع شده است. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. در ایران دست کم در 30 شهر بزرگ اعتراضهای خیابانی به افزایش ناگهانی قیمت بنزین به خشونت کشیده شده و گزارشان نشان می‌دهد اعتراضها تلفاتی داشته است. دست کم در سیرجان در جنوب ایران یک نفر کشته شده. دو شاهد هم به بی بی سی فارسی گفتند در بهبهان در استان خوزستان یک نفر کشته شده است. از مریوان و شیراز و اصفهان و کرج هم گزارش‌هایی به دست ما رسیده که اعتراضها در آنها تلفاتی داشته یا کسانی تیر خوردن. ظرف 24 ساعت گذشته اینترنت ایران هم دچار اختلال شدید شده و از ساعتی پیش تقریبا به طور کامل قطع شده است. نیکلاس نیکزاداد از یک روز خونین در ایران گزارش می‌دهد. شیراز شلیک نیروی انتظامی به مردم. کلانتری مالی آباد داره شلیک میکنه به مردم. کلانتری مالی آباد مردم داره سینه تیر. مردم با تیر زدن. مردم با تیر زدن. مردم بطیر زدم. ادامه نارامی ها در چارگوشه ایران، اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین. اینجا در بهبهان شاهدان عینی کشته شدن یک نفر دیگر را به بی بی سی خبر دادند.
اینجا مردم در بوشه زیر پمپ آب شعار میدهند. اینجا در ساری مردم حسن روحانی را هدف شعارهایشان قرار دادند. رئیس جمهور ایران که گفته بود درآمد حاصل از افزایش قیمت تماما بین 60 میلیون شهروند مستحق تقسیم می شود. این ویدیو از اصفهان به دست ما رسیده. و این تصاویر از خیابان پیروزی تهران. مردم ریختن تو آگاهی. پیشتر در سیرجان، جایی که ایرنا خبرگزاری دولتی اعتراض‌ها را شدید توصیف کرده بود، محمد محمود آبادی فرماندار کشته شدن یک نفر را تایید کرد، اما گفت ماموران امنیتی اجازه زدن تیر مستقیم به معترضان را نداشتند. او همچنین درباره مجروحان جمعه شب در سیرجان گفت نمیتوان با یقین گفت با تیر مستقیم نیروهای امنیتی مجروح شده باشند، چون بعضی از پشت و پهلو ضربه خورده‌اند. اعتراض بنزین 3000 تومانی شیراز، چهار ریشمک. افزایش قیمت بنزین مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه است، نهادی که رهبر ایران آیت الله خامنه ای تأسیس کرده و اختیارات بی سابقه ای دارد. بعضی از نمایندگان مجلس از اعلام ناگهانی این خبر و کنار گذاشته شدن مجلس در این فرایند گله کردند. پروانه سلحشوری نماینده تهران در توییتر نوشت مردم ابراز نگرانی میکنن، هموطنان مدت هاست مجلس در رأس امور نیست، همین رکن دموکراسی رو نیمبند داشتیم که فاتحه آن هم خوانده شده، مجلس بعدی رو تعطیل کنید، خودش اقتصاد مقاومتی است. حمیدرضا حاجی بابایی نماینده اصولگرا هم از رئیس مجلس پرسیده اگر جناب عالی مطلع بودید چرا نمایندگان را در جریان قرار ندادید و اگر اطلاع نداشتید نقش و جایگاه مجلس چه میشود؟ در بیرون از ایران شاهزاده رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران با کنایه نوشت نظامی که با وعده مجانی کردن آب و برق سر کار آمد، نفت را برای حامیان غیر ایرانی اش و فقر و رنج را برای ایرانیان رایگان کرده است. در این حال حتی گزارش روزهای سخت آسان نیست. یزدان مرادی خبرنگار روزنامه سازندگی در توییتر از قول یک رئیس نوشته منفی ننویسید حذف میشه. مهدی احمدیان هم کاریکاتوری را که روزنامه آرمان ملی اجازه انتشارش را نداده در توییتر منتشر کرده. ایران کلانتری آتیش زدن در پل مالی آباد. پلیس ایران گفته بود آرامش در کشور برقرار شده، اما این تصاویر داستان دیگری را حکایت می‌کنند. نیکولاس نیکزاداد، بی بی سی. شاهد علوی روزنامه‌نگار از واشنگتن با ما هستن. آقای علوی، شما اخبار رو بیشتر دنبال کردید، اطلاعاتی که شما دارید چیه؟ خب اعتراضات امروز در واقع به طیف وسیع از شهرها رو گرفته بود در رسانه‌های مختلف، اما در خبرهای شما هم بود، اما نکته خیلی مهم اینه که برخی از شهرها اساسا اینترنتشون کاملا قطع شده بود و مثلا ما تصویر نداریم. اونطور که برای نمونه سایت خبری هنگاو که یک سایت حقوق بشری هست در از عراق آپدیت میشه و کردستان ایران مناطق کردنشین رو پوشش میده، در جوانرود در واقع درگیری خیلی شدید بوده. به گفته سایت هنگاو در جوان حداقل 6 نفر جونشون رو از دست دادن. اسم یک نفر رو کاوه محمدی، اسم دیگر رو حمزه اعلام کرده، گفته بقیه اسامی مشخص نیست. من چک کردم با یکی از ساکنین محلی تلفنی، گفت که بله اینجا درگیری خیلی شدید بوده و عملاً حکومت نظامیه، اما این چیزی که هنگاو گفته در مورد آمار، هنگاو آمار داده، در عکسش منتشر شد، شما هم در خبرات مثل اینکه بود، در مریوان هم گفته شده 4 نفر جونشون رو از دست دادن، حداقل اسم 3 نفرشون عثمان نادری، مهران تاک و شخصی به اسم بهروز احتمالاً مشخص شده. گفته شده یکیشون هم بچه 13 ساله است. در شیراز به طور قطع اون جوانی که ویدیوش منتشر شد امروز جلوی کنتری مالیاباد، اسمش نیکویی هست، از لورهای دشمن زیاری هست، ایشون عکس و اسمش منتشر شده. همچنین در واقع در خرمشهر میثم عبدالوهاب عدگی پور که جوان 30 ساله ای بوده تایید شده. در اصفهان یک تصویر بود که حتی اسم نداریم ازش، در شهریار ما دیدیم یه تصویر که البته لحظه تصویرداری مشخص بود چون هنوز زنده است خوشبختانه، در بهبهان که اسمش اومده بود، در سیرجان که دروز مشخص شد. به این ترتیب متاسفانه میشه گفت که تا حالا حداقل ما آمار یعنی آمار تایید شده و تایید نشده 15 نفر رو داریم. اینو اضافه بکنم که از نظر من تایید شده این نیست که حکومت میگه، به هر حال برای منابع خبری باید حتی مقام رسمی بگه، اما به نظرم میرسه که
چون حکومت قبلا هم نشون داده چندان پایبند آمار درست نیست، باید به منابع دیگری که قبلا نشون دادن اخبار درست میدن اتکا بکنیم. از نظر من تا این لحظه عملا جان باختن حداقل شاید 8 نفر تایید شده هست و خبرهای دیگه هم باید ببینیم بعداً فردا مشخص خواهد شد اگر اینترنت برقرار بشه. الان این قطعی اینترنت باعث شده که عملاً خبررسانی دقیق هم دچار مشکل بشه. البته ما همینجا در بی بی سی این خبرها رو با منابع مختلفی چک خواهیم کرد و ما هم نمیتونیم به صورت مستقل این آمار و این اسامی رو تایید بکنیم. فعلا همه چیز در حد همین خبرهای تایید نشده وجود داره. یا فکر میکنید که خشن‌ترین روز این اعتراض ها پشت سر گذاشته شده؟ خب اگر در واقع امروز رو با دیروز مقایسه بکنیم، خب امروز بسیار خشن‌تر از دیروز بود، چون عذرخواهی میکنم گستردگی بیشتری داشت و حکومت هم در برخی از شهرها مثل در واقع بهبهان، مریوان، سرندش حتی گفته شده که کشته شده در عرض کردم جوانرود، در خرمشهر خیلی با خشونت برخورد کرده. در شهریار ما دیدیم که تیراندازی میکنه مأمور، هرچند نمیدونیم شلیک که در واقع گلوله‌های جنگی هستن یا نه. منتها باید ببینیم فردا چه اتفاقی خواهد افتاد. در واقع تا در این دو روز رو میشه گفت خونین‌ترین روز بوده، به نحو عجیبی برخورد کردن به خاطر اینکه این بار رو میشه گفت در واقع اعتراضات هم متفاوت است با موارد قبلی، به این خاطر که اقشار مختلف مردم، طبقات مختلف توش درگیر هستن. این مسئله همشون هست و به شکلی بهانه‌ای شده برای اعتراض به اون فشارها و سرکوب‌ها. منتها ببینیم فردا در واقع چه خواهد شد. اگر به همین ترتیب امروز اعتراض ادامه داشته باشه، به نظر میرسه حکومت هم کماکان اراده سرکوب داره، منتها اینو همش در واقع برآورد هست. اینکه میفرمایید این موضوع بهانه شده برای اعتراض های بیشتر، فکر میکنید که نارضایتی مردم از دیگر موضوعات هم باعث شده که این اعتراض ها به این شکل در خیابان دیده بشه؟ بله، من در واقع تصور و تحلیلم این هست که گرون شدن یک باره بنزین، یعنی سه برابر شدن قیمت بنزین، در واقع شعله ای هست به اون زمینه های واقعا موجود نارضایتی های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی. فقر، بخش وسیعی از مردم فقیرن، برای تأمین نیازهای اولیه زندگی مشکل دارن. سرکوب های سیاسی به طور مستمر ادامه داشته، کسانی که اعتراض کردن، سخنی گفتن یا حکم گرفتن، زندان رفتن، تهدید شدن، فضای سیاسی بسته است و مردم میبینن که ایران به عنوان در واقع سرزمینی که ثروت ها و منابع ملی زیادی داره، در واقع درآمدهاشو جای دیگه هزینه میکنه و حکومت پاسخگو نیست، در شرایطی که مثلا دغدغه مردم مسائل اقتصادی و یا در سطح یکم فراتری آزادی بیان هست، حکومت دغدغش این هست که خانم ها حجابشون چی باشه یا مثلا در فلان جا فلان شخص چی گفته و مسئلهش غیر از ایران هست، مسئلهش غیر مردم ایران هست. خب این عملا باعث میشه که مردم ناراضی باشن. این نارضایتی رو قبلا در موارد دیگری هم دیدیم، مردم به شکل مختلف بروز دادن در شبکه‌های اجتماعی، در کف خیابون، اعتراضاتی که قبلا در واقع در موارد مختلف زمانهای مختلف در سطح‌های کوچکتر بروز کرده. این در واقع افزایش قیمت بنزین به این شکل ناگهانی جرقه‌ای هست به اون انبان آماده اعتراضاتی که حکومت شاید پیش‌بینی نمی‌کرد به این شکل رخ بده. شاهد علوی، روزنامه‌نگار در واشنگتن، متشکرم از شما. امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، از نیویورک با ما هستن. آقای رشیدی، چه اتفاقی برای شبکه اینترنت ایران افتاده؟ اگه خیلی ساده بخوام بگم، میتونم بگم که تقریبا اینترنت قطع هست در ایران. ارتباط با از درون ایران با بیرون ایران و همینطور برعکس بیرون با درون ایران تقریبا امکان پذیر نیستش، به خاطر اینکه اینترنت رو قطع کردن. در درون کشور شبکه درونی، اگه بهش نگیم اینترنت، اون اینترنت، اون شبکه ملی اطلاعات که در درون ایران را انداختن، اون داره بدون مشکل کار میکنه، مشکل نداره، ولی ارتباط با بیرون از کشور تقریبا میشه گفت که امکان پذیر نیست. تا حالا اینطور این سابقه داشته که به صورت کامل به این شکل قطع بشه اینترنت؟ به این شکل اگه بخوام حساب کنیم، شاید آخرین بار سال 88 بود که این اتفاق افتاد. تو دو سه سال پیش تظاهر سراسری هم که شدش، تو اون دوره واسه یه مدت خیلی محدود نیم ساعت قطع شد، ولی اصلا به شدت و حدت الان نبود. اتفاقی که الان افتاده، من میتونم بگم که شاید اگه بخوام مقایسه کنیم با سال 88 قابل مقایسه باشه از شدت
قطع بودن و در واقع عدم دسترسی، به طوری که حتی خیلی از وبسایت‌های خبری مثل خبرگزاری ایرنا، ایسنا، اینا چون روی در واقع سرویس‌های ابری درون کشور هستن، اونجا دارن میزبانی میشن، از بیرون شما نمیتونید اونا رو ببینید. برای همین شاید بتونیم با تنها زمان سال 88 مقایسه کنیم در اون حد هستش. این چقدر مربوط میشه به شبکه اینترنت ملی ایران؟ تمامش برمیگرده به همون داستان. یعنی شما ببینید، شما اگه الان در درون ایران نشستید، شبکه درونی ایران بدون مشکل کار میکنه. یعنی اگه مثلا میخواین ایسنا رو ببینین مشکل ندارین. اگه میخواین مثلا فرض کنید که از یه تاکسی اینترنتی استفاده بکنید، به شرطی که اون تاکسی اینترنتی از سرویس بین‌المللی استفاده نمیکنه، مشکلی ندارین. یعنی در درون کشور همه چیز داره کار میکنه، بانک‌ها به هم وصل هستن، شبکه‌های داخلی دارن کار میکنن. اما به محض اینکه شما میخواین کوچکترین ارتباط با خارج از ایران پیدا بکنین، اونجا هست که به مشکل برمیخوری و تقریبا میشه گفت این کار شدنی نیستش. از بین شاید اگه وبسایت هایی که در واقع تو حوزه بررسی و اتصال اینترنت هستن نگاه بکنین، رایت به عنوان نمونه، از بین 160 تا نودی که در ایران دارن واسه اندازه‌گیری وضعیت اینترنت، تقریبا شاید بشه گفت 16 تاش الان داره کار میکنه. یعنی بخش بزرگی از اینترنت، نزدیک 96-97% شاید بیشتر، عملا در دسترس نیستش. پس دلیل اصلی این قطع اینترنت که دسترسی به جهان رو به عبارتی قطع میکنه از داخل ایران، امنیتی است؟ بله، با توجه به گذشته ایران، یعنی شما نگاه میکنین همیشه زمانی این اتفاق ها میافته که یک اعتراض بزرگی داره صورت میگیره، کف خیابون داره اتفاق میافته. سال 88 بود، بعد تظاهرات سراسری حدود 2-3 سال گذشته بود و الان هستش. و خیلی رفتار هم رفتار به اصطلاح خشن، اگر اگرسیو و خشن معنی بکنم، اینطوری انجام شده. یعنی شما میبینید که هیچ چیزی فیلتر نشد، نیومدن به شکل مشخص روی یک شبکه خاص، یک اپلیکیشن خاص، پیام رسان خاص دست بذارن و اون رو قطع کنن. مثلا تلگرام در تظاهرات سراسری چند سال پیش، تلگرام اول قطع شد و بعد اینترنت. این دفعه اومدن اول اینترنت رو قطع کردن و به قول ما گفتن خب صورت مسئله رو بذارین از اول پاک بکنیم، دیگه نریم سراغ اپلیکیشن ها، کل شبکه رو قطع بکنیم. این موضوع چقدر بر رفتار کاربران تاثیر میگذاره آقای رشیدی؟ چون میدونیم که خب یکی از دلایل قطع اینترنت برای اینه که اونها نتونن ارسال محتوا بکنند، ولی خب خیلی ها هنوز موبایل دستشونه، تو خیابون دارن عکس میگیرن، فیلم میگیرن. آیا بعد از اینکه اینترنت وصل میشه تفاوتی ایجاد میکنه این موضوع یا نه؟ تاثیر خودش رو به هر حال این قطع اینترنت میگذاره برای ارسال این محتوا. کاملا درست میگین. ما باید ببینیم بعد از اینکه این اینترنت وصل شد در واقع با چه شرایطی روبرو هستیم. آیا برمیگردیم به همون شرایط قبل از قطعی اینترنت یا نه میخوایم محدودیت های جدیدی رو تجربه بکنیم، اپلیکیشن های بیشتری مسدود بشن، پروتکل های امنیتی بیشتری دچار اختلال بشن، و باید ببینیم اونجا چه اتفاقی میفته. یک تفاوت دیگه‌ای که وجود داره بین اتفاقی که الان افتاده و 2-3 سال پیش، به نظر من مثلا 2-3 سال پیش داشتن سعی میکردن بیشتر مدیریت بکنن، یعنی پروتکل های امنیتی رو اختلال توش ایجاد میکردن، فیلتر رو بیشتر میکردن. اون شاددان کردن، قطع کردن اینترنت نیم ساعت بود، خیلی کوتاه بودش. ولی الان به نظر میاد که رفتار خیلی رفتار خشنتری شده، اصلا به سمت مدیریت کردن شرایط یا بحران یا هر چیزی که حالا از نظر اونها هستش نرفتن، صورت مسئله رو از اول پاک کردن. حالا وقتی که اینترنت وصل شد، باید ببینیم که ما با چه شرایط جدیدی روبرو هستیم. آیا امکانش هست که این فایل ها یا تصاویر یا بزنید کلی بگیم مثلا ارتباط به شکل عادی برقرار باشه یا نه، هنوز نمیشه راجع به اون اظهار نظر کرد. با توجه به رفتار خیلی عجیب غریب و خشنی که انجام دادن، من فکر نمی کنم که وقتی اینترنت وصل شه ما با شرایط قبلی در واقع روبرو باشیم. من فکر می کنم که احتمالاً محدودیت ها رو پروتکل های امنیتی و اپلیکیشن ها شاید بیشتر باشه. و یه چیزی گفته میشه که الان به یک سری از وبسایت ها همچنان کاربران دسترسی دارن، چطوره این موضوع؟ ببینید، مسئله اینجاست که این شبکه ملی اطلاعات که در واقع ستون فقرات زیرساختی هستش که عامل اتفاق امروز هست، هنوز به شکل 100% پیاده سازی نشده. با اینکه خب بارها اعلام کردن که تموم شده، ولی از نظر اون زیرساخت فنی هنوز 100% نیست. این یک نکته. بنابراین هنوز ممکنه یه جاهایی
شما اگه جاهایی میتونین بیاین بیرون، عمدتاً جاهایی که برمیگرده به اتصال توی شرکت ارتباطات زیرساخت تو تهران، همون نودایی که خدمتتون عرض کردم توی وبسایت رایت که در واقع داره وضعیت شبکه رو بررسی میکنه، اکثر اون 16 تا تو تهرانن که در واقع در دسترسن، تو شهرستانا نیستن. بنابراین یه بخشش این هستش. یه بخش دیگه اش هم برمیگرده به این که به هر حال یه سری ابزارهای ممکنه بتونن این وسط یه کارهایی بکنن، از یه راههای فرار بکنن و بتونن بیان بیرون. این شبکه در صورتی که در واقع 100% نظر فنی زیر ساختش پیاده بشه، ما ممکنه احتمالا این رو نداشته باشیم، قطعی ارتباط به شکل کامل باشه. همینجا یه نکته خیلی سریع هم بگم، زیر ساخت شبکه ملی اطلاعات خودش به خودی خود اتفاق بدی نیست. یعنی هر کشوری که بخواد اینترنت بهتری سریعتری داشته باشه یک چنین زیر ساختی نیاز داره، منتها موضوع اینجاست که این کلیده دست کیه، چه کسی با چه قدرتی و با چه میزانی از مسئولیت پذیری و پاسخگویی میخواد این شبکه رو کنترل بکنه. اونجا هست که ما در درون ایران مشکل عمده رو داریم. متشکرم از شما امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از نیویورک با ما.